با عشق سلام بچه ها، خوش آمدید. سلام برابکس، خوش اومدید به چنل خودتون. اومدید بریم به سراغ ویدیو جذاب. چه ویدیویی؟ خوردم به تو. آره دستم خورد به؟ نه داش میخورد، من جا خالی دادم رفتم. آقا اومدید بریم سراغ یک موضوع جذاب. تا الان به این موضوع فکر کرده بودیم که آقا بعد این همه سال، اون زمانی که دکتر نجیب بود، بعد که مثلا طالبان اومد، مثلا افتاد، بعد جمهوری اسلامی افغانستان اومد، بعد الان امارت اسلامی، آیا این خانه دکتر نجیب به چه شکلی الان کجاست، چی شده؟ بریم ببینیم که چی شده. هستش یا نابود کردن، ترکوندن؟ آره واقعا بریم. برای ما هم سوال بود. بود که بریم آقا این خدا بیامرز دکتر نجیب آقا چه جوریه؟ جاش الان کجا هست؟ خونه هست؟ نداره؟ دمت گرم بچه‌ها، بریم با هم ببینیم که چه جوریه خونه دکتر نجیب رو ببینیم. بالاخره تو افغانستان چه جوری بوده؟ کانال افغان سکیوریتی اگه اشتباه نکنم هستش، لینکش تو دیسکریپشن هست، حتما خواستید برید نگاه بکنید. دمتون گرم، بریم سراغ این ویدیو. Let's go. خانه دکتر صاحب است که یکی از رؤسای جمهور افغانستان. آره واقعا بچه حتما برید از کانالش آقا حمایت کنید. آره واقعا خیلی کانال خفن و پر محتوایی دارن. برای دوبلکس ها چه بال خونه رو درست کرده. آره از این خونهایی که روح داره است، از اینهایی که بافت چوبی داره و فاز سنتی میده. از این ور سلام بدی، از اون وریه میگه سلام. خوبه نگه داشته. او چجوری الان خالیه؟ هیچی توش نیست یعنی؟ اونجا نمای بیروش مثل کوچه های ایران باریکه. نره بیننده های عزیز، هموطنان نهایت دوست داشتنی، سلام، وقت شما بخیر. سلام، جور بخیر. آرزومند استم در هر جایی که هستین جور و صحت و سلامت باشین و همچنان مثل همیشه بیننده. ای بچه تو افغانستان رو در دیوار همش ایزوگام می‌نویسن، شماره می‌نویسن. دیدی اونجا؟ آره این مثل بچه اینجوری هر کسی که بچه بوده، من خیلی دوست داشتم دوربین موربی میومد یه جا گزارش می‌گرفتم، می‌رفتم پشت سرش. الان هم جای دوربین دیگه. آره دیگه. برنامه‌ها و گزارشات دلی اینجوری می‌کردم. خاص و ویژه ما باشین. دوستو عزیز، ما امروز در جای اومدیم که دکتر نجیب وقتی که زیبایی‌های سابق آدم می‌بینه، این تصاویر قشنگ تاریخ کابل قدیم آدم میبینه. اوه حاجی ترکیده ها. یا حاجی کسی صاحب نشته باشه همینه دیگه. وقتی که آدم در گذشته ها داخل میشد میرفت، محبت، صمیمیت واقعا قبول دارم، اینو دوست دارم، واقعا این دراز زندگی توش جریان داشت. اون موقع که گوشی نبود، سوشال مدیایی نبود که بخواد مردم به جون هم دیگه بندازن و درگیری پیش بیارن، به خدا قسم حداقل یه جو ببین سر سوزن یه مرا معرفت بود، همدردی بود، مثلا یکی مریض میشد میریختم بالا سرش آقا میگفتم ببرین کمک کنین، ولی الان دیگه حیف نیست. آره. اونا گذشت. بریم که بریم، میتونیم بریم تو با یک آقایی که مثل که مسئول اونجا چی هست بریم که شما داره میگه تا فروش های دانه ولایت دکانایشون بوده که بله. بازی کس خریدن، کس دیگه خریدن، بازی یک مدت وام بودن، این در میزدن وام بودن، باز دو برادار هم بودن، یادت رقصی آتا من دیدم. آره فعلا دیگه خود از وام نیستن، قلف هست، خانه قلف هست، این دیگه حالا بسته است، قلف است. بله این دیگه فکر کنم چوب چهار مغز واره است. بله یا بسیار مستحکم و بسیار قدیمی است. آره. فکر کنم هیچ 60 سال ما عمر ما شده، در 60 سال خود ما همی بی دراز است. آره دیگه 60 سال. آره دیگه شوروی که ایران توی افغانستان بود دقیقه همین شد. این هم داره میگه من 60 سالم شده، ببین من چی شدم، در دیگه همجور اسم مستحکم است. آره دیگه 60 سال شده. بله آره انوزام اینه مستحکم است، قایم است. بله بله دقیقه جنس خوب این ها اینطور تخ تخ میزنه جان ها، این چیزای سابق بود دیگه. خب مثلا این تخ بچه نگاه کنین با چوب و اینا نگردش، اما حتی چوبه اصلا وسطش ترک خورده چون فشار روش بوده، ولی مستحکم بوده باز. اون موقع چوبا چوبای روسی بود، یه چوبای روسی بود با جونا خیلی مستحکم بود. تو ایران هم یه تایمی بود چوب روسی هست دیگه، معروف اصلا چوب روسی، با اونا میسازن دیگه اینا رو، اینجوری سگ جون میمونه چوب، وگرنه چوب بعد از یه مدت موریانه میخوره. آره اصلا آره دیگه پوسیده میشه. مغازش بودا اینجا نجیب الله رئیس جمهور. این مسجد ماست، هم مسجد داخل قلعه میگن، باز کم شکست دیگه پا کردم بود، بزرگ این منطقه است اینجا، ولی فکر کنم اینجا یه کسی زندگی نمیکنه. مسجدشونه، ما یک مسجد ساختیم که به یه اسم حاضر. بله بله با میارات برابر است. مجانا
یم دوستای کسی زندگی نمیکنه اینجا. بله دیدیوک میگن دیدیوک اجا با از این سقف و سایه را باز با دیدیوک میگفتن. یادش بخیر بچه‌ها، من یه خاله داشتم اینجوری یه تنور داشت مثلا از این نون تنوریا میپخت، از این نون تنوریا میزدن حاجی این سقفش، یه لحظه اینجوری دیدم یاد اون لحظه افتادم که نون تنوری و چند تا گربه مربه داشت. حیف که اون زمانا گذشت. خدا بیامرزه. بریم یعنی یک کوچه است که تیر بشن بالا، اما تو سرعت باید سرعت تیر بشن بالا دختر هم طور است. یم خانه که بالا خانه دکتر نجیب است. این چه جوری برای اون موقع لوکس حساب می‌شد اینجا یا نه؟ اینا درای لوکس بودن. اصلا تو یکی از رؤسای جمهور افغانستان، رئیس جمهور شما می‌بینید افغانستان بود. بالا به درا پوسیده شده بود. آره بالا اخو دیادمه خواه. اونا جوان بودن؟ بله. اون متعلم مکتب بودن. دکتر صاحب اشمت پیش دکتر صاحب اشمت به لب سرک خانه از اونا بود. بله. ولی ببین خیلی به نظرم میشه اطلاعات خیلی مهمی از افراد مسن تو افغانستان گرفت و بگن تو تاریخ زنده آره کرد. تو دورهای مختلف مثلا آدمایی که اونجا اون موقع بودن چجوری برخورد می‌کردن. من بودم مثلا تو افغانستان سعی می‌کردم برم اینجور آدما رو پیدا کنم. من برم سمتشون یه مثلا ویدیوهایی بسازم که آقا تاریخ رو یه جوری زنده کنم، مثلا اون زمان زنده کنم برای کسایی که شاید نمیدونستن. البته برای کسایی که درست تاریخ رو بگن. آره دیگه کتوزونو کار میکرد. خواه تو یارتان مه برخوردش با شما در دوران کودکی چی بود؟ والا تو برخورد با ما خوبه در شاید خورد بودیم تو یارتان یادم نیست. من تا با مردم کوچه و کدمی در قدای امسنایش که بوده روی خوب داشتن و رفت آمد داشتن با مردم. یه رفت خوب با مردم داشت، رفت آمد داشتن با مردم. خود حیات ما بود. بعد اینا تو زیر زمین هم این کاشی رو زیاد میزنن. تو خانه ها برادم یک حس آرامش میده. خانه هاییست فکر که یه خانه هر کدامش با عشقه 200 سال زیادتر. 200 سال 200 سال هر کدوم می گفتی یه 200 سال 100 سال رو میپذیره ولی 200 سال خیلیه. یه خانه هر کدامش 100 سال 200 سال زیادتر. آه از 100 سال تا 200 سال زیادتره. بالا بریم. متغیره دیگه، مشخص نیست. بالا بریم یک بار. بالاشو نگاه، ویوی بالا رو بچه ها. میام مثلا اونجا واسه حالات آفتاب گیری اینا بریم تو ببینیم تو چه شکلیه. البته توشو فکر کنم شاید بازسازی یا دست زده باشن بشه، نمیدونم واقعا بعد این همه سال نمیمونه اصلا. بریم میروانی بفهمه. آره زندگی میکنن انگار. بریم ببینیم. بخوی یارو بی خونه زندگی میکنه که قبلا رئیس جمهور افغانستان اونجا بوده. چه عجیب. یه امرای زیناش هست. زیناز بالا دوبلکس اون موقع است. حالی میداد اینا نگاه چه چرخشی داره. بسن برم یه ویدیو بگیرم اینجا. این اتاق هست دیگه. بالا میربانی بفرمه. یه تو معلوم نیست که اتاق خود دکتر صاحب کدام بوده. والا اوش مشخص مشخصش بالا قطعاً ببین میخواست بره ببین آقا بره اونجا نفوذ کنه. قطعاً منطقیه که خب ندونن اون لحظه که رئیس جمهور اینجا زندگی میکرده دکتر نجیب کجا زندگی میکرده، تو کدوم اتاق بوده. هر منطقیه که خودشون باشن تو خونه و بدونن اتاق اتاق آره چیه. یا باید از فامیل و آشنا و عمه و خاله اینا باید بپرسن دیگه، مثلا آقا خونه اصلی دکتر نجیب یا مثلا دخترش یا بچه‌هاش بپرسن میگن آقا بابات کجا زندگی میکرد. مثلا زندگی میکردن، فامیلیشان هم بود، خودشان هم بود. دیدی فامیلاش هم بوده. خانه ایست که اینه تاره مسطای چوبی یا یزو مسطا چوبی بوده؟ چوبیز بله، در محالت سابق است. چوبی ها سخفش خانه پیش رفته بود و نسبتا ترتمیز کرده بودن. که وقتی داخل میشه وکیل صاحب حس آرامش میتونه همین گل خودش آرام میسازادم. آره الان شده همش سیمان و آتشخالا و اصلا مغز آدم انگار داره میخوره. آخه اس انرژی گرفتنم از اینه که مثلا میگه آقا این رئیس جمهور ما یه زمان آدم خوبی بوده، کار میکرده برای مردم، انگیزه میداد به مردم. اون حسه بهش میاد دیگه، میگه که آقا من اومدم جایی که دکتر نجیب اونجا داشت زندگی میکرد. آره واقعا دمتون گرم بچه‌ها که تماشا کردید. لینک ویدیو داخل دیسکریپشن هست، حتما برید خودتون هم نگاه بکنید. و ویدیو خیلی طولانی تره، ما نمیتونیم همشو ریاکشن بریم، حتما برید خودتون هم نگاه بکنید از چنل که لینکشو گذاشتم داخل دیسکریپشن. دمتون گرم بچه‌ها، حتما لایک سابسکرایب بزنید، سری بزنید و حمایت کنید. مرسی که ویدیو تماشا کردید و تا ویدیو بعدی بدرود. خدا نگهدار.